سلام عرض میکنم خدمت تک تک شما خواهر برادران عزیز و خیلی خوشحالم که اجازه دارم یک بار دیگه از طریق کلام خدا به شما عزیزان خدمت کنم. این سرود آخر رو میخوندیم که ستایش‌ها و پرستش‌های ما چون قربانیم، حقیقتاً امروز پرستش‌های ما همراه با قربانی ریختنی بود. عرق‌هایی که ما در حین پرستش ریختیم، این قربانی ریختنی بود به حضور خدا و اینها با ارزش برای خدا. مطمئن باشید وقتی که با این گرما، با این سختی پرستش کردیم، قربانی‌ها رو به خدا تقدیم کردیم، خدا این قربانی‌ها رو خار نمی‌شماره و برکات خودش رو با هواپیما فرستاده سریع‌تر برسه به ما که بر جلسه ما بباره. مطمئن هستم و ایمان دارم که امروز خدا می‌خواد با ما صحبت کنه و کلام خودش رو در زندگی های ما زنده کنه. عیسی مسیح خداوند در انجیل یوحنا باب 8 آیات 31 و 32 میگه که اگر در کلام من بمانید به راستی شاگرد من خواهید بود، حقیقت رو خواهید شناخت و حقیقت شما رو آزاد خواهد کرد. حقیقت رو خواهید شناخت و حقیقت شما رو آزاد خواهد کرد. هر بار که عزیزان ما آزادی رو به دست میاریم، چه در کلام، در موعظه، در پرستش، یا موقعی که برای ما دعا میشه، دستگذاری میشیم و شخصی برای ما دعا میکنه و ما آزادی یا شفایی رو به دست میاریم، اونجا حقیقتی از خدا با ما برخورد کرده، حقیقتی از کلام خدا، حقیقتی از ذات خدا با ما برخورد کرده و این حقیقت چیزی نیست جز خود عیسی مسیح و این حقیقت کلام خداست، این حقیقت عیساست که موجب آزادی من و شما میشه. آمین. آیا امروز کسی هست که بخواد در کلام امروز آزادی رو تجربه کنه؟ آمین. خیلی شل بود. کسی هست امروز بخواد آزادی رو تجربه کنه؟ خدا رو شکر. یک آزادی حقیقی، یک آزادی ماندگار، یک آزادی همیشگی و دائمی، یک آزادی که از تخت خدا از آسمان برای ما امروز میخواد جاری بشه. ما ماه گذشته، نه همین ماه بود، پنتیکاست، درسته؟ 9 یونی بود و دو هفته پیش پاستور خیلی زیبا گفت ما نمیخوایم به سادگی از کنار روز پنتیکاست و تجربه عالی و روحانی که اون روز داشتیم بگذریم و بگیم که یک شنبه 9 یونی لمس شدیم، خدا ما رو پر کرد، ما رو برکت داد، چقدر عالی بود و یک خاطره باشه برای ما، بلکه میخوایم واقعا از تمام مواهب، ثمرات و نتایج پنتیکاست استفاده کنیم و نه فقط ما، چقدر بیشتر خدا، خدایی که خودش بخشنده روح القدس است، خدایی که خودش بخشنده جمیع رحمت هاست، میخواد، او خیلی بیشتر میخواد که ما از تمامی ثمرات و نتایج پنتیکاست که دریافت و تعمید روح القدس بود بهره‌مند بشیم. از آن در روز پنتیکاست، در دریافت و تعمید روح القدس، حقیقت‌های بسیاری نهفته است، حقیقت‌های بسیاری پنهان شده. عیسی مسیح گفت حقیقت رو میشناسید، خواهید شناخت و حقیقت شما رو آزاد میکنه. آمین. و در روز پنتیکاست عزیزان حقایق زیادی نهفته است که میتونه موجب آزادی و شفای ما باشه. نه فقط قوت بگیریم، نه فقط عطایایی رو دریافت کنیم، نه فقط لمس بشیم، نه فقط پر بشیم، نه فقط به زبانها صحبت کنیم، بلکه موجب آزادی و شفای ما میشه. امروز میخوام یک حقیقت عظیم و بسیار مهمی از روز پنتیکاست رو که شاید بشه گفت به دلیلی اصلا مهمترین دلیل آمدن و نزول روح القدس بر انسان ها هست رو بررسی کنیم. چرا روح القدس برای ما انسان ها فرستاده شد؟ چرا ما ایمانداران باید روح خدا رو دریافت میکردیم و امروز هم باید دریافت کنیم؟ و اولین و مهمترین ثمره و نتیجه بعد از پوری و تعمید روح القدس برای ما چیه؟ برای افرادی شاید این کلام و موعظه تکراری باشه و قبلا شنیده باشن، نه شاید بلکه حتما میدونم کسانی هستن که این کلام رو قبلا به نوعی شنیدن و دعای من برای این افراد هم این هستش که روح خدا از طریق این کلام امروز یک تازگی رو منتقل کنه، یک تازگی عمیق‌تری رو منتقل کنه و اون افرادی که قبلا شنیدن هم وارد یک مرحله جدیدتر و عمیق‌تری از آزادی بشن. ما میدونیم که عیسی مسیح خداوند پیش از مرگ و بر روی صلیب رفتن در مورد روح القدس صحبت کرد. در انجیل یوحنا باب 14 و باب 16 ما میبینیم که عیسی روح القدس رو معرفی میکنه. تسلی دهنده دیگر با شما خواهد آمد، او روح راستی است، شما رو به جمیع راستی هدایت میکنه، از آینده به شما خبر میده، چیزهای بسیاری رو به شما میگه، من میخواستم بگم نمیتونستم. و در اعمال رسولان میبینیم که قبل از اینکه عیسی صعود کنه میگه روح القدس بر شما میاد، شما قوت میگیرید، شما شاهدان من خواهید بود. اما یک جمله کوتاهی هم
در معرفی روح القدس در انجیل یوحنا عیسی مسیح گفت، در انجیل یوحنا باب 14 آیه 18، شما را یتیم یا بیکس نمیگذارم، نزد شما میایم. شما را یتیم نمیگذارم. اما این جمله عزیزان که شما را یتیم نمیگذارم چه ربطی به معرفی روح القدس داره؟ چه ربطی به روح القدس داره؟ ما میدونیم که عیسی مسیح اومد و با مرگ خودش بر روی صلیب راه رو مهیا کرد که هر که به او ایمان بیاره، کلام خدا میگه دشمن خدا دیگه نیست، حیات جاودانی داره و فرزند خدا خوانده میشه. آمین. و حتی خودش در دعای ربانی موقعی که زنده بود، هنوز خبری از روح القدس نبود، به شاگردان خودش گفتش که شما اینطور دعا کنید: ای پدر ما که در آسمانی. به شاگردان خودش یاد داد که خدا رو پدر صدا کنن، خدا رو پدر خطاب کنن. و امروزه هم ما مسیحیان عزیزان با ایمان به عیسی مسیح فرزند خدا هستیم. خدا روحاً پدر ماست. ما بارها و بارها در دعاها و در پرستش‌های خودمون خدا رو پدر صدا می‌کنیم، خدا رو پدر خطاب می‌کنیم. این سرودهایی که امروز خونیم، یا بارها در کلیسا میایم وقتی می‌خوایم شروع کنیم دعا کنیم، مرسی پدر جان، مرسی پدر عالی، و خدا رو خیلی راحت پدر خطاب می‌کنیم. اما سوالی که امروز من میخوام از شخص شما بپرسم، نمیگم شما، میگم تو، آیا خدایی رو که پدر صدا میکنی حقیقتاً پدر تو هست؟ آیا تو هر روزه در رابطه پدر و فرزندی با این خدا زندگی میکنی؟ آیا هر روزه از خوشی و لذت فرزند بودن خودت پر میشی؟ آیا پوری محبت پدر آسمانی رو در قلب، در زندگی و در درون خودت احساس می‌کنی؟ آیا هر روز که از خواب بیدار میشی باور داری که تو فرزند محبوب خدا هستی؟ عیسی گفت من شما رو یتیم نمیگذارم. از آن عیسی مسیح خداوند در این آیه به هنگام معرفی و وعده روح القدس به عمیق‌ترین، به بنیادی‌ترین و به ریشه‌ای‌ترین درد و نیاز انسان‌ها اشاره کرد. من شما رو یتیم نمیگذارم. یتیمی، بی‌کسی، طرد شدگی، تلاش برای پذیرفته شدن و محبوب بودن، تجربه نکردن محبت حقیقی و بدون چشم داشت، درد و نیاز چندین هزار ساله انسان بود و حال این درد قرار بود عزیزان با آمدن روح القدس به پایان برسه. ما همیشه میگیم ما فرزند خدا هستیم و باز هم میخوام این سوال رو بکنم: آیا حقیقتاً در هویت فرزندی خودمون زندگی میکنیم؟ خیلی ما میگیم تا سوال میکنیم آیا تو فرزند خدا هستی؟ خیلی ها میگیم آمین. اما آیا ما در هویت فرزند بودن خودمون زندگی میکنیم؟ برای اینکه عزیزان این موضوع رو بهتر و عمیق‌تر درک کنیم و بشناسیم، اول از همه باید نقطه متقابل و متضاد فرزند خدا بودن رو بشناسیم. اینکه چرا اصلا عیسی گفت من شما رو یتیم نمیگذارم، چیزی که سالها، یعنی از زمان تولد تا پیش از ایمان درش اسیر بودیم و اگر بعد از ایمان این رو نشناسیم، ازش آگاه نباشیم، همچنان بعد از ایمان باز هم درش اسیر باقی خواهیم ماند. و باشه که به قوت روح قدوس خدا هر کس، تنها آرزو و دعای من برای امروز این بود، هر کس در بین ما، حتی اگر یک نفر هنوز در این روح یتیمی و طرد شدگی هست، امروز فرده خدا برای تو اینه که آزادی و رهایی تو رسیده. آمین. امروز همگی ما توسط حقیقت کلام خدا در یک آزادی و سلامتی جدید و وافری وارد بشیم. نقطه مقابل روح یا هویت فرزندخواندگی یا روح پسرخواندگی، روح طرد شدگی و یتیمی هست. نقطه مقابل روح فرزندخواندگی، روح طرد شدگی و یتیمیه. اولین مخلوقی که طرد شد و یتیمی رو تجربه کرد و از خدای محبت خدای پدر محروم شد، چه کسی بود؟ شیطان. اولین مخلوقی که طرد شد، یتیم شد، از حضور خدا طرد شد و از محبت خدای قادر مطلق
محروم شد شیطان بود عزیزان. او که نزدیکترین فرشته به خدا بود، او که زیبا بود، او که عالی بود، موقعی که دچار غرور و گناه شد و میخواست تخت خودش رو بالاتر از تخت خدا بذاره، اونجا بود که در اشعیا میگه ببین ای شیطان که چگونه سقوط کردی. اونجا بود که برای همیشه از خدا و محبت پدرانه خدا طرد شد. اولین مخلوق طرد شده. و در باغ عدن عزیزان، وقتی که آدم گناه کرد، ثمره گناهش عزیزان دریافت روح طرد شدگی و یتیمی بود. ثمره گناه آدم و حوا، اولین ثمرهش این بود که این روح یتیمی و طرد شدگی به اونها منتقل شد. بزرگترین اسلحه شیطان، بزرگترین دروغ شیطان، سمیترین زهری که شیطان عزیزان میتونست از طریق گناه به انسان منتقل کنه، روح طرد شدگی و یتیمی است. من چند ماه پیش که خدمت کلام داشتم این آیه رو گفتم. گفتم از نظر من این آیه تلخترین و دردناکترین آیه کلام خداست. پیدایش 3:23. پس یهوه خدا آدم رو از باغ عدن بیرون کند. پس یهوه خدا آدم رو از باغ عدن انداخت بیرون. این آیه چه حسی رو عزیزان به ما القا میکنه؟ طرد شدن. ترک شدن از حضور خدا. ترک شدن از اون محبت دائمی و همیشگی و یتیمی. و از اون روز عزیزان، از اون روز هر انسانی که متولد میشه، همونطور که در کلاس‌های حقجویان توضیح میشه، هر انسانی که متولد میشه ذات گناه رو در درون خودش داره. هر انسانی که متولد میشه صرف نظر از نوع خانوادهش دارای روح طرد شدگی و یتیمیه. طرد شده از خدا، طرد شده از محبت عالی و کامل و بی نقص پدر آسمانی. و عزیزان تمامی دردها، مشکلات، نیازهای انسان از همین آیه شروع شد. موقعی که از حضور خدا جدا شد، موقعی که از محبت دائمی خدا جدا شد، دوری از خدا، بیرون رانده شدن از حضور خدا. عزیزان همه ما انسان‌ها با روح یتیمی متولد میشیم. مهم نیست که تو در چه خانواده‌ای متولد شدی، برادر و خواهر عزیزی که اینجا هستی. اصلا مهم نیست که پدر و مادر تو چه کسانی بودند، پدر تو چقدر به تو توجه میکرد، یا خیلی پدر عالی بود، و یا شاید برعکس پدر بد و بیرحمی داشتی که بود و نبود تو اصلا برای او فرقی نداشت. شاید تو در طول زندگی خودت بیشترین و بهترین محبت رو از پدرت گرفتی و یا حتی یک بار هم مورد لطف او نبودی. صرف نظر از این که چقدر در خانواده خودت مورد محبت، توجه و تشویق قرار گرفتی. شاید تو در یک فضای عالی و پر از محبت و توجه بزرگ شدی. و یا شاید برعکس در یک خانه ای که فضای اون برای تو خفه کننده بود، فضای اون برای تو تاریک بود، هیچ محبت و رحمتی نبود، هیچ چشمی نبود که به تو محبت کنه. همه مخصوصا پدر خانواده که باید برای تو یک تکیه‌گاه و پناهگاه می بود، اما ذره‌ای به تو محبت نداشت و از تو فقط انتظار داشت. شاید تو در خانه‌ای بزرگ شدی که مدام سرکوب می شدی، تو و احساسات تو مدام تخریب می شد. در جایی بزرگ شدی که شاید حتی یک نفر یک بار نظر تو رو نپرسید. تو شاید در خانه و خانواده متولد شدی که پدر و مادرت برای تولد تو برنامه ریزی کرده بودن، با خوشحالی و شادی در انتظار زمان تولد تو بودن و از همون لحظه اول تا به امروز در پر غو بزرگ شدی و همیشه همه چیز برای تو آماده بوده. و یا شاید برعکس، تو حاصل یک بارداری ناخواسته باشی که نه فقط تو رو نمیخواستند، بلکه مادر تو در فکر این بود که تو رو، جنین خودش که تو باشی رو سخت کنه و بعد از اون با بیمیلی تو رو بزرگ کرد. تو شاید تا همین لحظه که اینجا نشستی هر روز داری از محبت عالی و وافر پدر و مادر خودت لبریز میشی و لذت میبری. یا شاید در خانه تو همه چیز به هم ریخته است. به خاطر مرگ و جدایی والدین تو یکی از اونها رو از دست دادی و نمیتونی طعم حقیقی محبت رو بچشی. تمام این شرایطی که گفتم ازن هیچ فرقی نمیکنه شما در کدوم این خانواده ها متولد شده باشی.
چون همه ما و همه شما عزیزان، همه انسان‌ها با روح یتیمی و طرد شدگی به دنیا میاییم. با روح یتیمی و طرد شدگی وارد کلیسا میشیم. همه ما عزیزان با این روح وارد کلیسا میشیم. به عیسی مسیح خداوند ایمان میاریم و یک باره میبینیم خدا رو باید پدر صدا کنیم. چیزی که برای من خیلی سخت و وحشتناک بود، صدا کردن خدا به عنوان پدر بود. به خاطر تجربه زمینی سالهای بد و منفی و تلخی که با پدر زمینی خودم داشتم. به خاطر اینکه هرگز نتونستم و محبت حقیقی و عمیق رو با او تجربه کنم. هرگز نتونستم او رو به عنوان یک دوست، پشتیبان و پناهگاه خودم ببینم. همیشه و همیشه در زندگی خودم با مخالفت‌های سرسختانه او مواجه می‌شدم و به نوعی همیشه تمام تلاش و فکر من این بود که از پدرم فرار کنم. و حتی میتونم واقعا این اولین بار دارم این اعتراف رو میکنم، اولین و مهمترین دلیل من برای خروج از ایران، برای مهاجرت من از ایران، این بود برم در جایی زندگی کنم که حتی پدرم رو نبینم، صدای او رو نشنوم، فکرهای او رو نشنوم، به من نگه چه کار بکن و چه کار نکن. و وارد کلیسا شدم، دیدم باید خدایی رو که به من معرفی میکنن پدر صدا کنم. ای دادم وای. خدا رو شکر برای عیسی مسیح خداوند. بعد از ایمان نه فقط این رو میگم، نه فقط دیگه نه تنها از پدر خودم بدم نمیاد، متنفر نیستم، بلکه او رو بخشیدم، از او طلب بخشش کردم. در رابطه ما در سلامتی، شفا و صلح و دوستی است. اون رابطه پدر و پسری هنوز بین ما به وجود نیامده. آمین که یک روزی به وجود بیاد. اما در این صلح هستیم. اما از من با این وضعیت وارد کلیسا شدم. و از اون اول، چون از هم روزهای اول تسلیس برای من خیلی باز شد، دیدم که خب به جز خدای پدر یه خدای پسری هم هست، یه خدای روح القدس هم هست، خدا رو شکر یک راه فراری هست. از همون اول تونستم با عیسی مسیح یک رابطه خیلی عالی برقرار کنم. فیض عیسی، عیسی عزیز، عیسی مسیح خداوند، قربون صدقش میرفتم، فیض تو، قوت تو، روح القدس، واقعا این مصاحبت و مشارکت روح القدس، از همون ابتدا که تعمید روح القدس رو گرفتم و تمام خطا به من در زندگی ایمانی من فقط به عیسی و روح القدس بود. من چند سال ایماندار بودم عزیزان، 3 سال، بیشتر از 3 سال، ولی هرگز محبت پدر رو نچشیده بودم و در زندگی خودم وابستگی عمیق و شدیدی به مادر خودم داشتم و از طریق محبت او تغذیه می شدم، از طریق محبت او ارضا می شدم. حتی با اینکه اینجا بودم، آلمان بودم، با یک تلفن ساده چنان محبت عظیمی در قلب من می اومد که من اصلا دیگه هیچ جا دنبال محبت نمی گشتم. اصلا محبت پدر احتیاج نداشتم. اما یک روزی رسید که مادر من دیگه نبود. بعد از 1 ماه من دیدم چقدر خالی و تهی هستم. دیدم چقدر دل من خالی است. هیچ محبتی در من یافت نمیشه. هیچ محبتی نیست که من رو ارضا کنه. هیچ محبتی نیست که من رو بنا کنه. و اونجا تازه فهمیدم که من اصلا محبت خدای پدر رو نچشیدم. اصلا نمیدونم محبت خدای پدر چیه. تا عیسی اومده بودم، عیسی مسیح میگه من در هستم، در جای دیگه میگه جز به وسیله من کسی نزد پدر نمیره. من اومده بودم لای در مونده بودم پیش عیسی، نرفته بودم، از در رد نشده بودم که به پدر برسم. و اونجا بود که فهمیدم من هرگز محبت پدر رو تجربه نکردم. اونجا بود که فهمیدم هنوز چقدر درون من پر از یتیمی و طرد شدگیه. چند ماه همینطور سپری شد و هر روز من داشتم از این عدم محبت، از این خلای بزرگی که در قلب من بود، پایین و پایین تر می رفتم. تا 2 سال پیش در سمینار سالیانه خادمی که در سالیم میریم، در شب اول در اون اتاق فکر میکنم در همه خادمی رفتم، فقط پاستور بود و خواهر مریم، اگر اون شب رو به یاد بیارید که چراغ‌ها همه خاموش بود، من اونجا واقعا کم آورده بودم. شروع کردم با خدا، خدای پدر صحبت کردم، گفتم من محبت تو رو میخوام تو رو تجربه کنم. و ناگهان من روی مبل نشسته بودم، یک حضور عمیقی از خدا اومد من رو در بر گرفت. از اون مبل من افتادم پایین و من برای فکر میکنم نیم ساعت فقط در حضور رو گریه میکردم. و به ناگاه در یک تصویر خیلی کوتاه من خودم رو مثل یک پسر بچه دیدم، پسر بچه کوچیک با لباس‌های پاره و کثیف.
با لباس‌های پاره و کثیف که پشت یک در واستاده. فهمیدم که این در باز شد. به محض اینکه این در باز شد، من هیچ چیزی پشت اون در ندیدم. فقط یک حضور مهیب سفید و نورانی و اومد تمام وجود من رو در بر گرفت. و این محبت پدر بود که اومد درون قلب من و من رو پر کرد. عزیزان، شخص یتیم و طرد شده چه مشخصاتی داره؟ یک شخص یتیم و طرد شده در درون خودش محبت و امنیت رو احساس نمی‌کنه. یک شخص طرد شده در درون خودش راحتی، آرامش و محافظت درونی رو احساس نمی‌کنه. او هنوز باور نداره که از طرف خدا پذیرفته شده است. همش فکر میکنه باید کارهایی رو انجام بده تا دل افراد دور و بریاشو به دست بیاره. همش فکر میکنه باید کارهایی رو بکنه تا خدا رو خوشنود کنه. و الان که نجات دریافت کرده و ایمان آورده، با خدمت کردن باید به نوعی بهای نجات خودش رو پرداخت کنه. این طرف یا برای من کوچیکه یا بزرگه. و فکر میکنه با خدمت کردن باید بهای نجات خودش رو پرداخت کنه. شخص یتیم و طرد شده کسی هست که همش منتظر تایید، تشویق، تعریف و تمجید شنیدن از دیگرانه و اگه اینها رو نگیره در قلب خودش احساس ناراحتی میکنه. کسی که از انتقاد شدن متنفره، کسی که دوست نداره هرگز بهش کوچکترین تذکری داده بشه. شخص طرد شده دوست نداره هرگز تنبیه و توبیخ بشه. کسی هست که فقط و فقط میخواد طوری رفتار کنه که همیشه دیگران رو ببینن، او همیشه مورد توجه باشه، همیشه تایید و تشویق بشه. و اگه احیانا از طرف کسی مورد انتقاد قرار بگیره، انگار تمام داشته های او و همه چیز او نابود و خراب شده. مدت ها در افسردگی میمونه، در ناراحتی و تلخی و کینه میمونه که چرا فلانی فلان حرف رو به من زد، چرا شبان یا رهبر از من ایراد گرفت، چرا اشتباه من رو به من تذکر دادن، چرا با من مخالفت کرد. عزیزم، من تمام این صفتهایی که گفتم و خودم به فراوانی داشتم تا 2 سال پیش. بعضا شاید اندکی الان در من دیده بشه، اما تا 2-3 سال پیش میتونم بگم به فراوانی از من دیده میشد. شخص طرد شده در درون خودش یک خلأ بزرگی رو میبینه و احساس میکنه. یک خلأ عمیق که همیشه سعی میکنه خودش با تلاشهای خودش این خلأ رو پر کنه. یکی از نشانه‌های شایعش چیه عزیزان؟ وابستگی به سیگار، وابستگی به مشروبات الکلی، بعضاً وابستگی به مواد مخدر، رابطه‌های جنسی پی در پی و متفاوت. چرا؟ چون یک شخص تلاش می‌کنه تا این فضای خالی درون خودش رو پر کنه و از این ابزارهای بیرونی استفاده می‌کنه. از سیگار استفاده می‌کنه، از مشروبات استفاده می‌کنه. و در مرحله بعد عزیزان، این طرد شدگی منجر به این میشه که انسان با قوت خودش و با تلاش خودش میخواد محبت رو جذب کنه. محبت انسانهای دوروبر خودش رو در جامعه. و بعد از ایمان به عیسی و نجات فکر میکنه، یک شخص طرد شده فکر میکنه باید کاری بکنه که محبت خدا رو جلب کنه، خدا او رو بیشتر دوست داشته باشه، پدر آسمانی بیشتر به او نگاه کنه. اما عزیزان، حقیقتی رو امروز به شما خواهم گفت و به یاد داشتن این حقیقت میتونه ما رو در یک آزادی همیشگی و دائمی نگه داره. این حقیقت رو عزیزان همیشه به یاد داشته باشید که تو هرگز نمیتونی کاری انجام بدی، تو هرگز نمیتونی کاری انجام بدی که خدا تو رو بیشتر از این چیزی که دوست داره دوست داشته باشه، و تو هرگز نمیتونی کاری انجام بدی که محبت خدا از اینی که الان هست ذره‌ای به تو کمتر بشه. من و تو هرگز نمیتونیم کاری بکنیم که محبت خدا نسبت به من و شما بیشتر بشه. چرا؟ چون خدا جهان رو انقدر محبت نمود، خدا جهان رو انقدر محبت نمود. خدا جهان را انقدر محبت نمود که پسر یگانه خودش رو داد. و بالاتر از این محبت، هیچ محبتی عزیزان نمیتونه وجود داشته باشه. بالاتر از این محبت عزیزان، هیچ محبتی نمیتونه وجود داشته باشه. محبت خدا، محبت پدر آسمانی اصلا به من و تو ربطی نداره، اصلا به کارهای من و تو ربطی نداره، به خوب و بد بودن من و تو ربطی نداره، بلکه ربط کامل و مستقیم با ذات خدا داره. چون که خدا
محبت است، چون که خدا محبته. عزیزان، برای من و شما به عنوان یک ایماندار و تمام مایانی که خدمت میکنیم در کلیسا، در هر جایی که هستیم، اگه اول از همه در این هویت فرزندی قرار نگیریم، اون موقع همه چیز به شکل دیگه برای ما جلو میره. بین دو واژه و عبارت فرزند کسی بودن و کارمند کسی بودن تفاوت خیلی زیادی وجود داره. یک شرکت با کارمندان خودش چطور رفتار میکنه؟ یک رابطه معامله گرایانه انجام میده. اگه تو در شرکت چیزی تولید بکنی، کار درستی انجام بدی، پاداش میگیری، در شرکت ادامه میدی. اگر نتونی خوب تو کار کنی، اگه ثمری نداشته باشی، از شرکت بیرون میری. پاداش یک کارمند در اون شرکت بستگی به چیزی داره که به شرکت میده و میبخشه. اما وقتی من و شما عزیزان فرزند یک خانواده هستیم، جایگاه ما بر اساس عملکرد ما تعریف نمیشه، بر اساس کارهای ما تعریف نمیشه. ارزش من به عنوان پسر یک خانواده ارزش ذاتی منه، نه بر اساس عملکرد. ما مشتاقانه تو زندگی خودمون یا تو کلیسا دوست داریم به این صداها گوش بدیم. خودتو ثابت کن، سعی کن آدم موفقی باشی، سعی کن خدمت خودتو خوب انجام بدی، کار مهمی انجام بده. هر روز دوست داریم که خدا ما رو بفرسته برای کارهای مختلف و بریم کارهای بزرگی رو برای خدا انجام بدیم. همه اینا عالیه و تو اینجور مواقع هم خیلی ما خوب و عالی صدای خدا رو میشنویم. بارها میگم خدا به من گفت این کار رو بکن، خدا به من گفت برو اونجا، خدا به من گفت بشین، خدا به من گفت پاشو. اما خیلی کم به این صدای خدا توجه میکنیم که به من و تو میگه من پدر تو هستم. روزهای در من آرامی بیاب. من شبان تو هستم. در من استراحت کن. احتیاج نیست چیزی رو به من ثابت کنی. تو کارمند من نیستی. تو فرزند منی. عزیزم، بیایم یکم با خودمون صادق باشیم، مخصوصا بعضن برای ما خادمین، اول از همه خود من، خدمت ما حکم هویت ما رو داره و فکر میکنیم از طریق این خدمت هستش که ما ارزش پیدا میکنیم و بعضن اسیر توهمات خود ساخته میشیم. بیایم لحظه عزیزان، بزرگترین خدمت و خدمتگزار به خدا کی بود؟ عیسی مسیح خداوند. بیایم لحظه به زمانی فکر کنیم که صدای خدا در زندگی عیسی شنیده شد، جایی که اولین بار خدا در مورد خدای پدر در زندگی عیسی صحبت کرد و در کلام خدا نوشته شده. در انجیل متی باب 3 آیه 17 میگه موقعی که از آب بیرون آمد، صدا سپس ندایی از آسمان در رسید که این است پسر محبوب من که از او خوشنودم. این است پسر محبوب من که از او خوشنودم. خدای پدر به عیسی میگه. بیایم تو این جمله به این چیزی که پدر به عیسی نمیگه و پدر به عیسی میگه توجه کنیم. سخنان پدر به عیسی در اون لحظه مقدس برای نشون دادن مسیر نبود. عیسی الان تعمید گرفتی، برو به سمت اورشلیم، برو به سمت سامره، برو به سمت بیت انیا. نمیخواست او رو به سمتی بفرسته. سخنان پدر برای هدایت کردن او نبود. عیسی تعمید گرفتی، برو تعلیم بده، برو موعظه کن، برو مریض ها رو شفا بده. نه، واژه های پدر در اون لحظه فقط به یک رابطه اشاره میکنه. این است پسر من. هیچی. این اتفاق عزیزان کی اتفاق افتاد که گفت این است پسر محبوب من که از او خوشنودم؟ درست در ابتدای خدمت عیسی، زمانی که صدای پدر به گوش عیسی رسید که این است پسر محبوب من که از او خوشنودم. عیسی هنوز هیچ موعظه‌ای نکرده بود، عیسی هیچ تعلیمی نداده بود، عیسی هیچ خدمتی نکرده بود، عیسی هیچ مریضی رو شفا نداده بود، عیسی هیچ مرده‌ای رو زنده نکرده بود، عیسی هنوز به خاطر گناهان ما به روی صلیب نرفته بود، عیسی هیچ کاری نکرده بود. عیسی هیچ کاری نکرده بود و صدای پدر رو شنید که گفت این است پسر محبوب من که از او خوشنودم. این گفته های پدر درباره سالهای گمنامی و پنهانی عیسی است. واژه هایی که پدر به کار برد هیچ ارتباطی با عملکرد و خدمت عیسی نداشت. این واژه ها فقط درباره فرزند بودن او سخن می گفت. و دقیقاً عزیزان، دقیقاً این صدا و این هویت برای من و توست. نه به خاطر اینکه ما کاری کردیم یا لیاقتی داشتیم، بلکه فقط
به خاطر ذات محبت خداست که او من و تو رو از روز اول نجات فرزند خطاب میکنه. این صدا برای همه ماست که این از پسر محبوب من که از او خوشنودم، که این از دختر محبوب من که از او خوشنودم. پدر از همون لحظه اول ایمان من و تو از من و تو خوشنوده، به خاطر سالهایی که او ما رو میشناخت و ما او رو نمیشناختیم. نه به خاطر خدمتهای ما، نه به خاطر پرستشهای ما، نه به خاطر هیچ چیزی، نه به خاطر هیچ چیزی، بلکه فقط و فقط و فقط به خاطر خود ماست. پس سوال اینجاست که آیا ما میتونیم به صداهایی که برای مدت طولانی بر زندگی ما کنترل داشته پایان بدیم؟ آیا میتونیم به صدای خدا گوش فرا بدیم که ما رو فرزند خطاب میکنه؟ به صدای خدا و برکت خدا در اول یوحنا باب 3 آیه 1 گوش بدیم. ببینید پدر چه محبتی به ما ارزانی داشته است تا ما فرزندان خدا خوانده شویم، و چنین نیز هستیم و چنین نیز هستیم. ببینید پدر چه محبتی به ما ارزانی داشته تا فرزند خدا خوانده شویم. نمیگه و یک روزی خواهیم شد، اگه به کمال برسیم، اگه فرزند خوبی باشیم، اگه عالی خدمت بکنیم، اگه به او وفادار باشیم. میگه و چنین نیز هستیم. این آیه عزیزان هیچ اشاره به عمل کرد و موفقیت ما نمی کنه. وقتی کاملا درک کنیم که چقدر خدا ما رو دوست داره، چه برکتی به ما داده، گره های زیادی در زندگی ما باز میشه. و همین یک آیه عزیزان میتونه برای همیشه ما رو در یک آزادی، آرامی و استراحت وارد کنه. پولس رسول در رومیان باب 8 آیه 14 تا 16 میگه: زیرا آنان که از روح خدا هدایت میشوند، آنانی که تعمید روح القدس رو گرفتند، پسران خدایند، فرزندان خدایند. چرا که شما روح بندگی را نیافته اید تا باز ترسان باشید، بلکه روح پسرخواندگی را یافته اید که به واسطه آن ندا در میدهیم ابا بابا، ای پدر. و روح خود به روح ما شهادت میدهد که ما فرزندان خداییم. میگه شما روح بندگی رو نیافته اید، روح بندگی رو نیافته اید، بلکه روح فرزند خواندگی رو یافته ایم که از همون ابتدا میتونیم فریاد بزنیم و خدا رو بابا صدا کنیم، ابا صدا کنیم، پدر صدا کنیم. درک برکتی عزیزان، درک این برکت که به خاطر فرزند بودن نصیب ما میشه، آزادی بی‌نظیری رو برای ما به ارمغان میاره. دیگه با تشویق دیگران زندگی نمی کنیم، دیگه محتاج پذیرفته شدن و تایید از طرف دیگران نمیمونیم، دیگه از انتقاد و مخالفت دیگران نمیمیریم، دیگه احتیاج نداریم دیوانوار به دنبال خاص بودن باشیم. و درک این موضوع ها عزیزان فشار رو از روی ما بر میداره، ما رو از تقلا نجات میده. اون موقع هستش مثل مزمور نویس میتونیم بگیم خدایا توی نصیب مقدر و پیاله من، تو سهم مرا نگه میداری، حدود من به جاهای دلپذیر افتاده است، میراث دلانگیز به من رسیده است. وقتی تو فرزند هستی و به پدر خودت اعتماد میکنی، او قبلا نصیب و پیاله تو رو مشخص کرده، نه فقط مشخص کرده، میگه او رو نگه میداره. وقتی که تو فرزند هستی، پدر سخاوتمندی داری و واکنشتون نسبت به او فقط تشکر و قدردانیه، و اون زمان هست که میتونی بگی من چون فرزند خدا هستم، حدود من به جاهای دلپذیر افتاده، حدود من به جاهای دلپذیر افتاده، میراث دلانگیز به من رسیده. مهم اینه که بدونی تو کارمند او نیستی، تو روح بندگی رو از او نگرفتی، بلکه فرزند هستی. و وقتی که احساس فرزند بودن و شکرگزاری قلب تو رو پر میکنه، این برکت از تو سرریز میشه به دیگران. بدون هیچ مقایسه، رقابت، احساس عدم امنیت، آزادانه میتونی دیگران رو برکت بدی، آزادانه میتونی دیگران رو محبت کنی. اون موقع هستش که میتونیم به دیگران بگیم که اونا چقدر برای خدا مهمن، اونا چقدر برای خدا با ارزشن. دیگه شروع نمیکنیم در مورد خودمون بحث کردن، سعی نمیکنیم توجه ها رو به خودمون جلب کنیم. میتونیم بدون اون که به دیگران حسادت کنیم، پیروزی دیگران رو نظاره کنیم. زمانی که آخرین ها جلوی ما اولین میشن، ما شادی کنیم.
چرا؟ چون که هویت ما در گروه موفقیت‌های ما نیست. ما فرزند خدا هستیم و این برای ما کافیه. انسانی که نیاز به این محبت بدون قید و شرط داره. نیاز به احساس پذیرفته شدن. احساس محبوب بودن. احساس به این که من محبوب خدا هستم، او عاشق من هست بدون اینکه من کاری انجام بدم، من پذیرفته شده هستم. از آن چطور ما میتونیم این محبت عمیق و آسمانی رو تجربه کنیم؟ توسط روح القدس. در رومیان باب 5 آیه 5، زیرا محبت خدا، محبت پدر توسط روح القدس که به ما بخشیده شده در دلهای ما ریخته شده است. زیرا محبت خدای پدر توسط روح القدسی که ما در پنتیکاست تعمید و پوری او رو دریافت کردیم، توسط این روح القدس که به ما بخشیده، محبت خدای پدر در دلهای ما ریخته شده. فقط و فقط توسط روح القدس هست عزیزان که ما میتونیم از محبت عالی و کامل پدر آسمانی لبریز بشیم. از روح یتیمی و طرد شدگی که حاصل گناه در باغ عدن بود آزاد بشیم. محبتی که خدا در دلهای من و تو میریزه. عیسی مسیح خداوند گفت من شما رو یتیم نمیگذارم. او در روز پنتیکاست به وعده خودش عمل کرد. او روح خودش رو که روح پسر یا فرزند خواندگی بود به ما بخشید و توسط این روح محبت عالی و کامل پدر آسمانی در قلبهای ما ریخته میشه. مثل یک بذری کاشته میشه. اولین و مهمترین ثمره پنتیکاست عزیزان روح فرزند خواندگی هست که به من و تو داده میشه و با اون میتونیم خدا رو پدر صدا کنیم، خدا رو بابا صدا کنیم. نه فقط او رو پدر صدا کنیم، نه فقط او رو بابا خطاب کنیم، بلکه حقیقتا در یک رابطه تنگاتنگ نزدیک، فراتر از فکر و تصور من و تو، در یک رابطه پر از محبت با پدر قرار بگیریم. نمیدونم چه کسانی اینجا هستند که هنوز وارد این رابطه عمیق و عالی نشدند. اما روح خدا امروز اینجاست عزیزان و میخواد که امروز ما رو از ثمرات پنتیکاست به فراوانی برکت بده. ما رو آزاد کنه از روح یتیمی و طرد شدگی و لبریز کنه از روح فرزند خواندگی. آمین. سرهای خودمون رو در حضور خداوند خم کنیم. هللویا خداوند. هللویا خداوند. پدر آسمانی، تو رو شکر میکنیم ای خدای عالی برای محبتی که تو از روز ازل برای ما داشتی. کلام تو میگه تو پیش از بنیاد عالم ما را انتخاب کردی. تو رو شکر میکنیم ای خداوند. زمانی که ما تو رو نمیشناختیم تو ما رو میشناختی. کلام تو میگه زمانی که استخوان‌های ما در رحم مادر ما نقش میبست تو اونجا ما رو انتخاب کردی و برگزیدی. تو رو شکر میکنیم ای خداوند برای محبت پدرانه تو که از ذات تو نشأت میگیره. تو رو شکر میکنیم ای پدر که زمانی که ما دشمن تو بودیم تو پسر رو برای ما قربانی کردی. چه محبتی فراتر از این ای خداوند. برادر و خواهر عزیزی که اینجا هستی، من از گذشته تو اطلاعی ندارم. من نمیدونم تو در چه خانه و خانواده ای متولد شدی و رشد پیدا کردی. از پدر و مادر تو خبری ندارم. اما ایمان و یقین دارم که در هر شرایطی که بودی از لحظه اول تولد تو تا به امروز پدر آسمانی در کنار تو بود. چشمان او به روی زندگی تو بود. اگه تو تا کودکی و نوجوانی خودت دردهای زیادی رو در خانه و خانواده متحمل شدی، از طریق پدر در روح میبینم خیلی افراد زیادی از طریق پدر سرکوب شدند.
از پدر میترسیدند. پدر آسمانی میگه من بودم، فقط اون موقع تو من رو نمیشناختی. کلام خداوند میگه اگر پدر و مادر تو رو ترک کنند، من تو رو برای خودم برمیدارم و تو رو رها نمی کنم. امروز تو در هر شرایطی که هستی، پدر آسمانی میگه من نمیخوام تو فقط من رو در دعاها و در پرستشها پدر خطاب کنی، بلکه میخوام این خطاب پدر و بابا گفتن صدای قلب تو باشه، نجوای قلب تو باشه. امروز میخوام که تو رو از روح یتیمی و طرد شدگی آزاد کنم و با پوری روح خودم این روح فرزندی رو به تو ببخشم، روحی که به تو بخشیده شده و قوت در تو عمل کنه.